ابرسامانه‌ای به نام جماران دو، پیشرفته با تحرک بالا، دارای 100 متر طول و 1300 تن وزن، مجهز به سامانه‌های هوشمند مراقبتی که از زیر دریا، محیط اطراف و آسمان منطقه مأموریتش قابلیت شناسایی و شلیک دارد. از ویژگی‌های بارز ناوشکن جماران دو پیشرفته بومی بودن آن است، به طوری که تمامی سامانه‌های الکترونیک، مخابراتی، ناوبری، دیدبانی و رادارهای آن به دست متخصصان سازمان صنعت دفاعی کشور ساخته شده است. این ناوشکن با طول نزدیک به 100 متر و توناژ حدود بالای 1300 تن و با دارا بودن انواع سلاح‌های پدافند هوایی، اهم از توپخانه و موشکی، سلاح‌های زیر دریا، اژدر و زیر سطحی و همینجور موشک‌های دوربرد برای هدف قرار دادن هدف‌های مورد نظر، این مجموعه رو یک مجموعه بسیار توانمند ساخته. کسانی که در دنیا ناوشکن می‌سازند تعداد بسیار محدودی هستند و اونهایی که همه سامانه‌هاشو خودشون بسازن از اون هم محدودترن. رئیس جمهور در مراسم آب‌اندازی ناوشکن جماران دو پیشرفته در انزلی گفت تا زمانی که ملت ایران روی پای خود ایستاده و به سلاح ایمان و خود تکایی مجهز است، شکست و محدودیت برایش معنایی ندارد. رئیس جمهور ناوشکن جماران دو پیشرفته را پیام‌آور صلح و امنیت در دریای خزر دانست. مطمئن هستم همه کشورها، همه ملت‌های حوزه دریای خزر از پیشرفت‌های علمی و صنعتی و دفاعی ملت ایران خوشحالند و اون رو گامی در جهت امنیت خودشون می‌پندارند. فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز ساخت این ناوشکن را گامی مهم در توسعه دانش بومی برای ساخت انواع ناوشکن‌ها و تجهیزات دریایی دانست. ادعا را داریم که امروز در تولید تجهیزات مورد نیازمون در عرصه دریاها به حد خودکفایی رسیدیم. ناوشکن جماران دو پیشرفته پس از گذراندن آزمایش‌های نهایی نیمه نخست سال 92 به طور رسمی به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد.